صبح در بیابان از سپیددم آغاز می گشت. هرگز صبح خودش به تنهایی نمی آمد. همه جنبندگانی که بودند به پیشوازش می رفتند و واردش می کردند. جنب و جوش در هوای گرگ و میش آغاز می گشت. محمد علی اسلامی ندوشن، ایران شناس نامدار و ادیب برجسته ایرانی، دور از وطن از دنیا رفت. شخصیتی که تمام عمر به ایران اندیشید و حاصل اندیشه خود را در آثار فراوانش گذاشت و رفت. او سال 1304 در روستای ندوشن یزد به دنیا آمد. سالهای اولیه زندگی را در همانجا گذراند. سپس به یزد رفت و بعد به تهران مهاجرت کرد و در دانشگاه تهران حقوق خواند. بعدها به فرانسه رفت و تا مقطع دکترا رشته حقوق را ادامه داد. به قول خودش، چون میخواست حرفی برای گفتن داشته باشد، خواند و نوشت. ابتدا شعر و بعد نثر. نثری که امروز زبانزد نثر نویسان ایرانی است. تا جایی که برخی او را سلطان نثر فارسی نامیدند و تعداد آثارش به حدود 50 کتاب در حوزه‌های شعر، ادبیات، ترجمه، نمایشنامه و سفرنامه میرسد. در کتاب مدرسه ابتدایی یکی دو قطعه از شاهنامه بود که با آن آشنا شدم. شعرهای عجیب، دنیای عجیب، جنگها، شاهان و پهلوانان. شعرها به اندازه‌ای با سطوت و قوی بود که به جذب آنها قادر نبودم. با این حال هیجانی داشتم که هرگز نظیر آن نبوده بود. او آثار فردوسی و سعدی و مولانا و حافظ و خیام را سخنگوی وجدان ایران و ملت ایران می‌دانست و خود نیز تمام عمر در راستای اعتلای زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و مردم این سرزمین کوشید. ایران اوج اندیشه خود را در کلام عرفانی به بروز آورده، چون نتوانسته بود دنیا را به قالب دلخواه خود درآورد، کوشید تا دنیای دلخواه را در عالم درون بیافریند. ایران دوستی ندوشن اما بدون تعصب بود و با تمام دلبستگیش نقد اجتماع و فرهنگ و رویکردهای غلط را شفاف و بدون لکنت در آثارش منعکس می‌کرد. با اجازه خانم و آقایون، در واقع می‌بینید که من سلامم یکمی گرفته، حالت یک کسالت داشتم موقعی که با آقای محمد خانی در این باره صحبت شد. گفتم برای سخنرانی البته بنده آمادگی ندارم، برای اینکه دو سه مطلب نوشتم راجع به ناصر خسرو و حرف تازه‌ای به نظرم نمیاد، نمیخوام چیز تکراری باشه. با اینکه بسیاری از حرف‌های جذابش درباره زبان و فرهنگ در ذهن و ضمیر ایران دوستان و اندیشه ورزان جای گرفته، اما برخی معتقدند حرف‌های مهم او همچنان نخوانده و نشنیده باقی مانده است. زمانی که شاهنامه آمد، سرنوشت ایران به این کتاب بسته شد. دیگر بعد از آن ایران آفتاب بی غروب شد، هرچند که گاه آفتاب پریدرنگ یا ابرآلود باشد، ولی هرگز آفتاب لب بام نشد. ندوشن اما دل نبرید و ایران را معشوقی چون غزل فارسی می‌دانست که هم همه عوامل ستمگری را دارد و هم نمی‌توان از او دل برگرفت. پس تا واپس این سالها به آینده ایران امیدوار بود و معتقد بود که این سرزمین روزگاری ارزش‌های خود را بازیابی می‌کند. من در قعر ضمیر خود احساسی دارم، چون گواهی گوارا و مبهمی که گاه به گاه بر دل می گذرد، و آن این است که رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. چهار سخنگوی وجدان ایران، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، تأمل در حافظ، سر و سایه افکن، ایران را از یاد نبریم، به دنبال سایه همای، ایران و تنهاییش، مرزهای ناپیدا، شور زندگی، روزها و باغ سبز عشق، تنها برخی از آثار این ادیب، پژوهشگر و اندیشمند معاصر است. چاکر نان پاره گشت فضل و ادب، علم به مکر و به زرق معجون شد. خیلی متشکرم. محمد علی اسلامی ندوشن، پنجم اردیبهشت سال 1401 در کانادا
از دنیا رفت. جمله هیچ در هیچ، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. بسیار عالی، بسیار خلاصه کرده کل سرنوشت.